با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. جشن تولد لاکچری خانم گوهر خیراندیش، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در ارتفاعات توچال. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله رو هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. چند روز پیش تولد خانم گوهر خیراندیش، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون بود که بسیاری از دوستان و خانواده او از طریق فضای مجازی تبریک گفتن بهشون و براشون جشن تولد گرفتند. یکی دو روز بعد از روز تولد خانم گوهر خیراندیش، در روز جمعه در ارتفاعات توچال، دختر بزرگتر خانم خیراندیش که یکی از بازیگران سینما و تلویزیون هم هستند، با یک شمع و یک کیک با طعم شاتوت برای مادرشون تولد دو نفره گرفتند و مادرشون رو سورپرایز کردند و خانم گوهر خیراندیش هم از دخترشون آزاده کلی تشکر کردند که واقعا توی این ارتفاع خانم خیراندیش رو سورپرایز کرده بود. اما بیشتر از این که تولد خانم گوهر خیراندیش برای طرفداراش مهم باشه، ظاهرا حجاب آزاده اسماعیل خانی دخترشون برای طرفداراش مهم بوده، چرا که از نظر منتقدای دختر خانم خیراندیش، بی‌حجابی آزاده اسماعیل خانی آب و هوای توچال رو به هم زده بود و خلاصه حال طرفدارانش هم به خاطر همین قضیه زیاد خوب نبوده. خدا شفاشون بده انشالله این طرفدارا رو که اصل و ول کردن و چسبیدن به فرع قضیه. آزاده اسماعیل خانی هم مثل مادرش خانم گوهر خیراندیش موقعیت‌های بهتری در خارج از کشور داشت، ولی به خاطر عشقی که به کشورش داشت در کشور باقی مونده و داره در حال حاضر به ایفای نقش در سریال‌های مختلف می‌پردازه که قطعاً منتقدا و طرفداران آزاده اسماعیل خانی و همچنین مادرشون خانم گوهر خیراندیش باید به وجود این دو نفر در کشورمون در عرصه سینما و تلویزیون افتخار بکنند. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به صحبت‌های خانم گوهر خیراندیش و رقص عربی و هندیش و همچنین تبریک‌های تولد دو فرزند ایشون که در خارج از کشور هستند. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. جشن تولد 67 سالگی خانم گوهر خیراندیش همراه خانواده در خارج از کشور. گوهر خیراندیش تصویری از جشن تولدش در خارج از کشور منتشر کرد که خانواده او در اینستاگرام تولد خانم خیراندیش را به او تبریک گفتند. امید اسماعیل خانی، پسر خانم گوهر خیراندیش، با انتشار یک استوری تولد مادرش رو این چنین تبریک گفت: امروز تولد بهترین و قوی ترین مادر دنیاست. تولد بهترین مادر دنیا، مادر خودم رو تبریک میگم و از اینکه مادر من هستین بسیار مغرورم. تولدتون مبارک مادر جان. و همچنین آزاده اسماعیل خانی که ایشون هم یکی از بازیگران سینما و تلویزیون هستند، با انتشار عکسی از خانم گوهر خیراندیش در پیج اینستاگرامشون این چنین نوشتند: گوهری دارم به نام مادر، تولدت مبارک گوهرم. گوهر خیراندیش در سال 1333 در شیراز متولد شد. از سال 49 و در دوران دبیرستان فعالیت او با گروه تئاتر در شیراز آغاز شد و در همین سال بود که با جمشید اسماعیل خانی آشنا شد و این آشنایی منجر به ازدواج شد. حاصل این ازدواج یک پسر به نام امید و دو دختر به نامهای آزادا و آناهیتا شد. او با همسرش در شیراز به فعالیت تئاتر می پرداختند و همچنین کارمند اداره فرهنگ و هنر شیراز بودند. خانم خیراندیش در سال 57 در دانشگاه تهران قبول شد و به همراه همسر و فرزنداش به تهران اومد. در تهران در کنار درس خوندن به فعالیت تئاتر می پرداخت و همچنین کارشناس امور هنری ارشاد استان تهران بود. خیراندیش سپس بازی را در سینما و تئاتر و تلویزیون ادامه داد. او با فیلم روزهای انتظار فعالیتش را در سینما آغاز کرد و با فیلم بانو درخشید. گوهر خیراندیش همیشه در نقش‌های متفاوتی ظاهر شد. او همچنین چندین سال در برنامه صدای عبرت شبکه سراسری رادیو به فعالیت مشغول بود.
همچنین او یکی از استادان ثابت کانون سینماگران جوانه و همچنین سابقه برگزاری کارگاه‌های آموزشی در چند دانشگاه معتبر آمریکا را داره. او پیشنهاد بازی در سریال دار و ندار و فیلم اخراجی‌ها را علی‌رغم پیشنهاد مالی خوب به جهت نقش‌های ضعیف نپذیرفت. بقیده خانم خیراندیش یکی از رموز ماندگاری یک بازیگر اینه که هر نقشی رو فقط برای مسائل مالی قبول نکنه. اما یکی از حاشیه‌های خانم گوهر خیراندیش مصاحبه آقای فریدون جیرانی با ایشون بود. اگه الان نمیان بریزن من و فک فامیلم رو بگیرن و ببرن، باید بگم که ما همیشه تو خونمون رقص و آواز خیلی زیاد بود. من خودم به شخصه خیلی خوب هندی و عربی میرقصیدم. البته واسه الان نیست و واسه قدیماست. نیان من و فک و فامیلم رو بگیرن و ببرن، چون یه سری از همون آدم ها الان دیگه نیستن، مردن. منم که الان نمیرقصم، اون موقع ها میرخصیدم. البته اینم بگم که اگر نمیان منو ببرن، باید بگم که ما تو خونمون سازم داشتیم، سازم میزدیم. من اون موقع ها از هر فرصتی استفاده میکردم، کلی دار و درخت و اینطور چیزا درست میکردیم و پشت ستون متونا یواشکی میرخصیدیم. البته خب اون موقع ها طبیعی بود و همه میرخصیدن، منم میرخصیدم. تو رو خدا فقط آقای جیرانی، بازم میگم واسه الان نیست این کارا، واسه قدیمان بوده. تازه من نباید اینا رو میگفتم توی قاب تلویزیون، ولی خب من علاقه زیادی هم به دلکش داشتم، اصلا به جوش میخوندم. در ادامه این مصاحبه گوهر خیراندیش خطاب به آقای فریدون جیرانی گفت: آقای جیرانی، حالا سر فرصت یه روزی از دلکش برای خانومتون میخونم. البته فقط برای خانومتون، برای شما نمیشه، چون یه وقتی میترسم بیان منو بگیرن و ببرن. البته خانوم گوهر خیراندیش در این مصاحبه چندین بار تاکید کردن که این صحبتها واسه گذشته است و الان دیگه نمیرخصند و حتی به شوخی گفتن مثلا ممکنه با گفتن این حرفا بیان منو بگیرن و ببرن و کلن ممنوع کار بشن. سلامت باشی بانوی سرزمینمون و تو اسطوره سینمای کشورمون هستی و همیشه خوش بدرخشی و همیشه سالم و سلامت باشی و تولدت برای همه ما مبارک باشه. اما یکی از پرحاشیه ترین جنجال های خانم گوهر خیراندیش رقص با آقای ابی خواننده محبوب کشورمون هستش که حسابی سر و صدای زیادی ایجاد کرد. دختر کوچک خانم گوهر خیراندیش آناهیتا که در امریکا زندگی میکنه با یک فردی در امریکا ازدواج کرد و برای مراسم ازدواجش خانم گوهر خیراندیش از آقای ابی هم دعوت کرد و ابی سلطان صدای کشورمون با همسرش به مراسم ازدواج آناهیتا رفتند که در جشن ازدواج آناهیتا آقای ابی با خانم گوهر خیراندیش رقصیدن که خب این کاملا طبیعیه و خانم گوهر خیراندیش هم قطعا مثل هر میزبانی حق داره با مهمانها برقصه و جشن ازدواج دخترش رو جشن بگیره. و در ضمن خانم گوهر خیراندیش مثل یک فرد عادی و معمولی در خارج از خاک کشورمون با آقای ابی رقصیدن و نباید مسائل شخصی ایشون با کار ایشون در ایران مرتبط بشه و کار ایشون رو در کشورمون تحت الشعاع قرار بده. همچنین خانم گوهر خیراندیش بعد از مراسم ازدواج دخترشون در کشور آمریکا در مراسم و جشن تولد خانم شهره آقداشلو یکی دیگر از هنرمندان مشهور مقیم آمریکا شرکت کردند که در این مراسم هم در کنار چهره‌های محبوب و هنرمندانی همچون لیلا فروهر و سایر هنرمندان حضور پررنگی داشتند. همچنین خانم خیراندیش اخیراً در جشنواره فیلم کن هم حضور پررنگی داشتند و برای ما و طرفدارانشون همیشه به عنوان بانوی پر استقامت و پیشکسوت سینما و تلویزیون کشورمون همیشه در دلهامون جا دارند.
خانم گوهر خیراندیش به عنوان یک هنرمند اصیل پیشکسوت سینما و تلویزیون همیشه برای طرفدارانشون باعث افتخار هستند و برای ایشون آرزوی سلامتی و روزهای شاد رو داریم و امیدواریم همیشه سایه‌شون بر سر سینما و تلویزیون کشورمون باشه. دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه‌های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و لطفاً نظراتتون رو راجع به خانم گوهر خیراندیش در قسمت کامنت ها بنویسید و لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید و حتماً با فیلتر شکن با لوکیشن انگلیس و کشورهای اروپایی فیلتر شکناتون رو روشن کنید و وارد یوتیوب بشید و کانال ما رو برای دوستاتون بفرستید و ویدیوهای ما رو ببینید.